اولین روز خرداد ماه برابر با 22 می سال 1019 خورشیدی برابر با 1640 میلادی، ورود نخستین چاپخانه مدل گوتنبرگ به ایران. این ماشین چاپ توسط یک ایرانی ارمنی به منظور نصب در جلفای اصفهان وارد ایران شد. سال 1264 خورشیدی برابر با 1885 میلادی، در گذشت ویکتور هوگو، شاعر و نویسنده مشهور فرانسوی. ویکتور ماری هوگو که به عقیده برخی بزرگترین شاعر در گستره ادبیات فرانسه و داستان نویس، درام نویس به شمار می آید و آثارش به بسیاری از اندیشه های سیاسی و هنری رایج در زمان خیش اشاره دارد که از برجسته‌ترین آنها می توان به بینوایان، گوش پشت نوتردام، مردی که می خندد و شمار زیادی مجموعه شعر اشاره کرد. در 25 سالگی به عضویت آکادمی فرانسه پذیرفته شد و همزمان به عنوان نماینده به پارلمان فرانسه راه یافت. هوگو را میتوان مروج مکتب رومانتیسیسم دانست. این مکتب به برتری احساسات و تخیل بر عقل باور داشت و معتقد بود که هنرمند باید بدون هیچ قیدی به بیان احساسات خود بپردازد. ویکتور هوگو در سالهای پایانی عمر چنان مورد احترام عموم مردم بود که در جشن تولد 80 سالگیش 600 هزار تن از مردم پاریس و شهرهای دیگر فرانسه برای تبریک در برابر خانه‌اش گرد آمدند. سرانجام هوگو در 83 سالگی درگذشت و پیکرش در پاریس به خاک سپرده شد. سال 1342 خورشیدی برابر با 1963 میلادی، هیئت‌های مؤتلفه اسلامی که از ائتلاف سیّت مذهبی پیرو آیت الله روح الله خمینی شامل هیئت مسجد شیخ علی، هیئت اصفهانی‌ها و هیئت مؤید در منزل وی شکل گرفته بود، شروع به کار کرد. این تشکل که با نام‌های هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، جمعیت هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، حزب مؤتلفه اسلامی نیز شناخته می‌شود، در ابتدا اصل را بر مبارزه سیاسی نهاد، اما پس از تبعید آیت الله خمینی در شاخه نظامی نیز شروع به فعالیت نمود. ترور حسن علی منصور، نخست وزیر وقت ایران، توسط محمد بخارایی از جمله این اقدامات بود که به دستگیری سران اولیه این هیئت منجر شد. این تشکل که به جناح راست و اصولگرایان سنتی مذهبی تعلق دارد، قشر بازاری‌های مذهبی را نمایندگی می‌کند. بنابراین در جریان انقلاب 57 هم بدنه مذهبی سنتی جامعه را علیه حکومت پهلوی بسیج می‌کرد. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی نیز این سازمان به سازمان یافته ترین و منسجم ترین نیروی سیاسی جناح راست مبدل شد و دست کم تا پایان دهه نخست انقلاب این جایگاه را حفظ نمود. از اواسط دهه 1370 و با تغییر فضای سیاست ایران، جمعیت مؤتلفه از دیگر نیروهای راستگرا عقب ماند و نفوذش کم شد.